سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. بریم سراغ ادامه بحث جنکینز. قبلش من وبسایت دوست همکارم بهتون معرفی کنم برای خرید کفش و بریم سراغ جنکینز. ما جلسه قبلی راجع به جاب صحبت کردیم، بریم یه کوچولو بیشتر راجع به صحبت کنیم. میخوام یه کار خاصی رو با جاب انجام بدیم. خب من برم داخل لینوکسم، موزیلا رو باز کنم. خب بیام اینجا لوکال هاست 8080، میام داخل اینجا. میخوام چیکار کنم؟ میخوام این جاب من الان داره یه اسکریپتی که من خودم نوشتم و اجرا میکنه، درسته؟ میخوام بره یه فایل بشی رو بخونه، یه اسکریپتی من یه جا دیگه نوشتم اونو اجرا بکنه. خب اول بریم یه فایل اسکریپت درست بکنیم. منو بدم پایین. یه لحظه. خب من اضافه فونتش رو بزرگتر کردم. میرم توی دایرکتوری تمپ. خب ات تی ام پی. خب پی دبلیو دی بگیرم. اوکی، مطمئن شدیم. یه سری فایل اینجاست، کاری نداریم. یه دونه فایل من درست میکنم با نانو، اسمشو میذارم تست script.sh. خب میخوام یه اسکریپت بنویسم تو این با در حقیقت بش و بعد این اسکریپت رو بدم اجرا بکنه. خب فقط یه لحظه من اجازه بدید و اسخای میکنم. خب یه وریبل تعریف میکنم به نام نیم، مساوی میذارم با، میگم این باشه وریبل اولا. یه وریبل درست میکنم به نام age، سه مثلا میزنم وریبل دوم. خط تا عدیم نیستم echo hello my name is، مثلا اون متغیر name، and I am مثلا متغیر age years old. یه اسکریپت ساده است که دو تا وریبل به عنوان ورودی میگیره، اسم و سن، چاپ میکنه. خب کنترل ایکس رو میزنم، تایید میکنم. خب برای اینکه مطمئنم بشیم این تست رو من یه داخلش رو نگاه بکنم، اوکیه. خب حالا بریم اینو اجراش میخوام بکنم. میخوام این فایل رو اجراش بکنم. بعد فقط یه لحظه اجازه بدید. ls-a. خب فایل کو تست اسکریپت اینجاست. آه من یه لحظه ls-lrt. آه این میخواستم چیزیشو ببینید بچه. الان دسترسی رید و رایت رو فکر نکنم به من بده. میتونیم چک بکنیم. بیام این فایل رو من اجرا بکنم. خب میگه شما اجازه ندید، پرمیشن دینایت. خب بیام اول چیکار کنم؟ پرمیشنمو اضافه کنم. بس چ مود 755 تست script.sh. خب یه بار دیگه بریم پرمیشن رو ببینیم. الان پرمیشن هم درست شد. الان اینو من اجرا بکنم. خب چون وریبل ورودی بهش ندادم اونو خالی جا داشته، یه وریبل ورودی بدم، یه حامد میدم، یه 27. اوکی. خب الان این اسکریپت من آماده است. فقط میخوام این اسکریپت رو با اون جابی که داخل چیز تعریف کردم، جنکینز تعریف کردم، رام بکنم. خب چجوری این کار رو بکنم؟ فقط کافیه برم داخل جابم. خب من ببخشید سیستمم یهو قفل میکنه. اوکی شد. خب
اینو میام میذارم پایین ولش کنیم بریم داخل اینجا. جابم باز میکنم، کانفیگشو باز میکنم. خب اینا رو کاری نداشته باشیم. اینم باشه. خب این خط رو پاک میکنم، میگم به جای این برو توی تمپ و تست اسکریپت رو اجرا کن. همین، این رو سیوش میکنم. حالا یه بار رانش میکنم. خب این 17 هست، 17 رو باز میکنم تو خروجیش. هلو مای نیم، باز وریبل چون ندادم خالی گذاشت. برمیگردم توی جابم، کانفیگ رو باز میکنم، این دفعه دو تا وریبل بذارید بهش بدم. خب دو تا وریبل اینجا تعریف میکنم به صورت هارد کد، یعنی خودم دستی وریبلش رو میدم و بهش میدم، میگم که مثلا نیم مساوی حامد، ایج مساوی 27. بعد اینو اینجا به عنوان ورودی بهش میدم، نیم ایج. خب یه بار دیگه اجرا کنم، 18 اضافه شد، خروجی مای نیم از حامد و 27. درست. فقط مسئله که وجود داره، الان من اون وریبل رو به صورت دستی دادم، آیا میشه به صورت یه پارامتر اینو تعریفش کرد؟ بله میشه. خب برای اینکه بخوایم پارامتر داشته باشیم، میام داخل کانفیگ، یه گزینه برای پارامتر داشتم یادتون باشه، این هاشش This project is parameterized. Parameterized. حالا درست هم تلفظ میکنم یا نه از خواهی میکنم صدام گرفته. اد پارامتر رو میزنم، استیلینگ پارامتر رو انتخاب میکنم، یه اس براش میذارم، مثلا میذارم فرست نیم، مقدار دیفالتش هم میذارم حامد. میام پایین تر یه پارامتر دیگه، دسکریپشن نمیخوام بذارم، اینو میذارم ایج، مقدار پیش فرضم 27. بعد میام پایین، این دوتا دیگه نیاز ندارم، این میشه first name، اونم میشه age. دقیقا بعد همین اسمی که اینجا نوشتم و بذارم این age و first name. درست. خب اینو سیوش میکنم. دقت کنید چی عوض شد. قبلا بود build now، الان شده build with parameter، یعنی میگه با پارامتر من اینو میتونم build بکنم الان. خب اینو میزنم، یه صفحه باز میشه، میگه پارامتر رو مشخص کن، این مقدار پیشورزی که دادم. اگر همینو build بگیرم، بذار اجرا بشه. خب 19. خب اینو میاد میده. حالا بهم یه بار دیگه بیلد بگیریم، این دفعه عوضش میکنم، میذارم سارا 33. تموم بشه اجراش. تموم شد، شد مای نیم سارا اند 33. درست. این هم میشه نحوه پارامتر ساختن توی جاب. خب حالا بریم مثالا یه ذره جذاب ترش بکنم، میخوام یه ذره یه لاجیکی بهش اضافه کنم، یه شرطی بهش اضافه. خب بریم توی بیام توی اینجا. خب من این فایل رو باید دوباره ادیت کنم، نانو تست اسکریپت. خب میگم که میام یه وریبل دیگه اضافه میکنم، اینو بکنم 3. خب یه دونم اضافه میکنم اینجا، نیم لست نیم مساوی 2. بعد یه دونم اینجا میذارم مثلا شو مساوی 4. بعد میگم که اگر وریبل شو برابر بود با ترو،
دن اکو بزن اینو به همین رو دیگه یه تب میزنم اکو هلو مای نیم ایز این یه اسپیس لاست نیم اند اوکی. اگر اون شو بود این کارو بکنه، اگر نبود الس اکو پلیز میک شو ترو. یه اف آی هم اینجا میذارم. خب این فایل با کنترل ایکس ذخیره میکنم میام بیرون. خب این انجام شد، حالا بریم اونو اجرا بکنیم. خب بیایم تو اینجا، بیایم تو کانفیگ، دو تا پارامتر جدید باید اضافه کنم. فرست نیم بودین، اینو میکنم لاست نیم، مثلا احمدی. یکی دیگه اضافه میکنم استریم، برای سن 22 سال. یه بولین این دفعه اضافه میکنم، شو بعد همین میام پایین تر اینجا فرست نیم لاست نیم و شو. لاست نیم مطمئن شم درست نمیشتم اینجوری. اوکی خب اینو ذخیره میکنم. خب حالا بریم اجرا کنیم. حامد احمدی 22، من اینو عوضش بکنم. سارا یاوری 17. شورم تیکشو میزنم بیلد. خروجیشو ببینیم. ما نمی سارا لست نیم اینجا سوتی دادم فلان. خب بریم اینو سوتیمون چی بوده. من دور برگیدم اینجا کانفیگ فرست نیم حامد لست نیم احمدی فرست نیم لست نیم و یه بار دیگه درست گذاشتم. مشکل پس اینجا نیست. مشکل شاید اینجاست. یه بار دیگه اینو درست کنم. اینجا هم اوکیه. میزنم میام بیرون. یه بار دیگه کانفیگشو باز کنم. فرست نیم اوکیه. حامد بذارید اینو من پاک کنم. خب اینم پاک کنم، اینم پاک کنم. یه بار دیگه از اول. دومی رو چویس پارامتر میذارم، اسمشو میذارم لاست نیم انتخابا، مثلا از بین اینو انتخاب بکنه. احمدی مثلا، یاوری جوان، رات. خب بعد یک دیگه استرینگ برای سن 23، یه بولیان شو. خب لاست نیم فرست نیم ایج شو کاملا درسته، ولی اینم چرا اجرا نمیکنه درسته. یه بار دیگه بریم حامد رو بکنم سارا، اینم یک شو انتخاب کنم، مثلا جوان، سنم 11، شورم تیک میزنم بیلد. بذار ببینم کجای کارم میلنگه. مانه سارا لست نیمونه، اینم چرا
فکر کنم فهمیدم مشکل کجاست. آها اینجا بچه، معلومات دلار نذاشتم خاطر اینه، اینا دلار بذارم. کنترل ایکس یس اینتر. خب بیام اینجا یه بار دیگه اجراش کنیم. مریم احمدی نه مثلا راد، سنم مثلا 17 سال شو. اجرا بشه. مالیز مریم راد اوکی شد. خب یه بارم شو رو من فقط چیز به نشونتون بدم که شو رو اگه نزنم چی میشه. تیکش رو نمیزنم، بیلد رو میزنم ببینیم چی میشه. خب بریم توی این بیلد آخری کنسول نکنیم. پلیز میک شو ترو. دقیقا اینم از بحث پارامتر و ران کردن یه اسکریپت. بریم بیایم بحث و جلسه بعد ادامه